سلام بر شک که مقدمه یقین است، سلام بر این درنگ در قلب روزگار پرهیاهو، سلام بر محرم، محرم که درنگ می طلبد و درایت. مهلا همسفر این درنگ است برای هر آن کس که آتش حقیقت دارد. محلای امشب میتونه خیلی جذاب باشه. با هم قراره بریم تو دل بازار تهران و از سنت‌های عزاداری، سنت‌های بازاری‌ها و قدمای تهران صحبت بکنیم با دانشجو دکترا آقا بهزاد یعقوبی عزیز. خیلی خوش اومدین. زنده باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام بینندگان خوب برنامه محلا. این کتابا رو که من دیدم خیلی تعجب کردم. شما دهه 60 درسته؟ این همه کتابو اصلا چی شده ورود کردید به این موضوع؟ عرضم به حضور شما که خب این 4 جلد کتاب در باب تهران قدیمه، در باب دارالخلافه. دارالخلافه اسمی است که آقا محمد خان در سال 1200 قمری وقتی ردای پایتختی بر تهران میکشه، تهران رو دارالخلافه مسلمین مینامه. خب من از 14 سالگی در بازار بودم. چی شد که ورود کردید به بازار؟ ورودم به بازار در سال 1378 بود. خب از طرف مادری 2-3 نسلمون بازار تهران کسب و کار داشتن. من هم تصمیم گرفتم که در سن 14 سالگی وارد دانشگاه بازار بشم. من یه اولین مصاحبه‌ای که داشتم خیلی در سال 83 خیلی جالب بود برای اون خبرنگار که چرا میگی دانشگاه؟ و من اونجا گفتم که بازار 3 ضلع داره: ضلع سیاسی، ضلع اجتماعی و ضلع اقتصادی. خب اسم بازار که میاد همه اون نگاه اقتصادیه رو فقط دارن، در صورتی که 2 ضلع دیگه‌ش هم خب خیلی مهمه، مخصوصا ضلع اجتماعیش، بحث تعلیم و تربیتی که تو بازار بوده، اون استاد شاگردی که بوده. خب شما حساب کنید یه بچه 14 ساله، یک نوجوان 14 ساله وارد بازار میشه، مغزش مثل یک قلک میمونه که شما هر چیزی رو میتونی توی این قلک بندازی، بعد بخوای در بیاری یا باید این قلک رو بشکنی یا پاره کنی. رفته رفته من تو بازار به کسب و کار که ادامه میدادم، حس میکردم که من توی یه کالبد دیگه‌ای توی بازار بودم، زیستم. یه خورده که رفتیم جلوتر ایده های خام توی ذهنم زیاد بود. یه خورده که رفتیم جلوتر یک دغدغه‌ای برای من ایجاد شد که امامزاده های تهران رو، امامزاده های تهران قدیم که همون دارالخلافه تهران قدیم میشه کجا؟ اصلا تهران کجا بوده قدیم؟ ببینید من بخوام از پایتخت شدن تهران بگم، پایتخت شدن تهران همین بازار بوده. یه خورده وسعتش از بازار امروز بیشتر بوده، یعنی شمال تهران خیابان امام خمینی بوده، جنوب تهران خیابون مولوی بوده، شرق تهران به محله امامزاده یحیی ختم می‌شده و غرب تهران خیابون خیام جلیل آباد. یعنی همین 4 تا دروازه معروف دروازه‌های تهران بوده. خب رفته رفته تهران توسعه پیدا می‌کنه، رفته رفته تهران توسعه پیدا می‌کنه و تبدیل به، در دوره ناصرالدین شاه تبدیل به 5 محله تهران میشه که در دوره مظفرالدین شاه یک محله هم به این اضافه میشه و این 6 محله میشه محلات دارالخلافه. محله بازار بوده، محله اودلاجان بوده، محله چاله میدون بوده، محله ارگ بوده و ششمین محله، محله دولت بوده. بپردازیم به تاریخ عزاداری در تهران و سبک و سیاق. کی شروع میشه؟ چه جوری بوده؟ تاریخ عزاداری خب به زمان آل بویه برمیگرده در ایران. اولین حکومتی که علی، ما بخوایم تاریخیش رو بگیم، اولین بار شیعه قدرت اجرایی رو در دوره آل بویه به دست میگیره و عزاداری ها از همون قرن
4 و 5 آغاز میشه. خب دستگردانی هم در این دوره آغاز میشه، ولی عصر طلایی عزاداری های ما در دوران صفوی است. اولین تکیه هم در تهران در دوران صفویه ساخته میشه. کجا بوده؟ تکیه خانوم بوده، سلطان بیگم خانوم، خواهر شاه طهماسب بوده که در مکتب هرات بزرگ شده بوده در چاله میدون. این تکیه در محدوده چاله میدون بوده و میتونیم بگیم اولین تکیه‌ای که در دوران صفویه در تهران آغاز میشه و وقف بوده، یعنی اولین واقف تهران رو ما بخوایم بعد از شهر شدن تهران بگیم، من این رو اشاره کنم که تهران در سال 961 هجری قمری تبدیل به شهر میشه، زمانی که شاه طهماسب گزارش به ری میفته برای زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی، تهران رو تبدیل به شهر میکنه. حالا یک موضوعاتی هم بوده، چون تهران محل تجمع یا میتونیم بگیم کانون تشیع بوده، یعنی به این خاطر تهران تبدیل به شهر میشه. و خب اولین تکرم که گفتم خدمتون تکیه خانوم بوده. خب میایم تا پایتخت شدن تهران. این یه نکته هم بگم، در دوران صفویه تهران 4-5 هزار تا جمعیت داشته، که خب عزاداری‌ها تو این تکه و چند تا مسجد شاخص مثل مسجد جامع بلده طیبه تهران و مساجد دیگری که در تهران بوده، آیین‌های عزاداری در اینجا شکل می‌گرفته. خب از پایتخت شدن تهران به این ور یک رنگ و بوی خاصی این عزاداری‌ها به خودش می‌گیره، به نحوی که خب ما در اولین آمار از ابنیه‌های تهران که توسط عبدالغفار برداشته میشه، تهران 54 تا تکه داشته، 112 تا مسجد داشته، 9 تا امامزاده داشته که مراسمات در اینجا شکل می‌گرفته. مهمترین مراسمات، یعنی مهمترین بخش عزاداری ابا عبدالله، تعزیه خانی و تعزیه داری بوده که در این تکایا شکل می‌گرفته. خب تکایا هم به 4 قسم تقسیم می‌شدن. یک قسم قسم صنوف بوده که خب ما اولین تکه ها رو تکه صنف بزازا رو داریم، تکه صنف زرگرا رو داریم، اولین هیئت تهران هم صنف بزازا هم که هنوز هم هستن. اصلا از حالا میریم جلوتر توضیح میدم خدمت شما، از حاج مرزوق اولین بار صنف بزازا دعوت میکنه، بعد هیئت فاطمیون دعوت میکنن که ایشون تشریف میارن تهران. خب این آیین ها در این تکایا انجام می شده. داشتم عرض می کردم خدمت شما که تکایا به 4 قسم تقسیم می شدن، یعنی در ماه های محرم و صفر یکی از تکه هامون تکه صنف بود و دومی تکه همون تکه قومیت ها بود، کرمانی ها، شیرازی ها، آذربایجانی ها، تکه های اینا بود، قهرودی ها. یه صنفمون، یه قسم از تکه هامون تکه محلی ها بود، محله هفتن، تکه درخونگا. یه قسم از تکه هامونم رجال و اعیان و حالا اصناف و بزرگان و تجار بودن که این تکه ها هم مثل تکه سادات تخوی، مثل تکه رضا قلی خان. خب این تکایا آیین های عزاداری چجوری بود؟ ببین ما آیین های عزاداریمون آیین دودم خانی بوده، زمین خانی بوده، بله. البته زمین خانی الان در تهران نیست، در شمرون و شهر ری هست. بحث نخلگردونی رو داشتیم در تهران که روز عاشورا نماد تابوت ابا عبدالله بوده، الان در تهران نیست ولی در شمرون اجرا میشه. بله، حسینی ها شمرون. و آیین‌های دو جای ایران هست دیگه، یکی یزده یکی شمرون. بله، یکی یزده یکی شمرون. از شمرون خب از گذشته در شمرون بوده، در تهران هم بوده، ثبت ملی هم شده. در تهران دیگه این آیین از بین میره ولی در شمرون هنوز هم حفظ شده. آیین چارپای خانی رو داریم، آیین بازارگردی رو داریم، دستجات عزاداری می اومدن در بازار و از راسته کفاشا ورود میکردن، از سبز میدون که پیشونی بازار هست ورود میکردن. خب این آیین برمیگرده به داستان کربلا که عمر ابن سعد خاندان حضرت رسول رو وقتی
میبرن به کاخ، خب میدونید که اینها رو از بازار میگردونن. این آیین برگرفته از این موضوع هست که ما میخوایم بگیم که اهل بیت در بازار عزت دارن، کرامت دارن. یعنی نکته بازارگردونی برداشتی از اون سنت دست روی تو بازار. بله دست روی همونه. تو مثلا تو شمرون آیین بوده، این مثلا من پدربزرگم تعریف میکنه، ما هر شب جمعه یه مرشد داشتیم میومد مثلا از یه جای محل یه نوحه میخون، همه راه میافتادیم تا یه جای محل رو یه سلامی میدادیم. اینا یه نذر بوده دیگه، نذرایی بوده که در دوره های گذشته رایج بوده، مرسوم بوده، انجام میدادن. ببین بحث آیین چهارپایه‌داری، خب این نکته جالبیه. تیمچه حاجب الدوله یه دالونش غسالخونه بوده، کلا میگن کفش هم وقفه، درسته؟ یه قسمتیش وقفه، چون اون قسمت در تهران گذشته قبرستان بوده دیگه. قسمت بازار کفاشا، سرای بو علی امروزی، اینها در کنار امامزاده زید قبرستان تهران بوده در دوره گذشته، در دوره قاجار، که حالا ما بحث بانک استقراضی رو در اونجا داریم که در همین هیئت‌های ما باعث میشه که تخریب بانک استقراضی صورت میگیره در امامزاده سید ولی هست دیگه. ببینید این آیین چهارپای خانی برگرفته از خطبه خانی هست که حضرت زینب در شام انجام دادن. خب این آیین برگرفته از اون جریان هست که ما الان در بازار این سنت رو از، اگر اشتباه نکنم، از سال 1270 که حاج مرزوق دعوت میشن از عراق به سمت تهران میان و اون دو دمه هایی که اجرا میشه، یعنی میتونیم بگیم سنت چهارپای خانی از همون سال تقریبا 130 سال، بله تقریبا تاریخ شفاهی هست که هیئتیای تهران میرن کربلا و حاج مرزوق رو میبینن و دعوت میکنن. هیئتیای تهران میرن. ببینید یه نکته ای که در باب مکتب ابا عبدالله بخوایم توی بازار بگیم، در گذشته جناب آقای پویانفر ما فرهنگ اجتماعی درستی نداشتیم، ولی مردم، عوام جامعه، میدیدیم آداب رو خیلی خوب رعایت میکنن. این رعایت کردن این آدابه برگرفته از همون مجالس عزاداری بوده، یعنی محل تربیت مجالس اهل بیت. بله، ما میتونیم بگیم اصلا تکایا و هیئت‌ها یه نوع احزاب اجتماعی فرهنگی بودن برای جامعه. ما مشارکت‌های اجتماعی رو بسیار بالا می‌بینیم در گذشته. یعنی همه مشکلات زیر این خیمه حل میشه اگه درست عمل کنیم. بله دیگه، شما ببینید خیلی از مشکلات مردم در زیر این خیمه حل می‌شده وقتی اعیان و اشراف با رعیت زانو به زانو در این هیئت‌ها می‌نشستن. یعنی ما نیت‌هایی که در اون دوره می‌بینیم، مخصوصا منیرالسلطنه، مخصوصا انیس‌الدوله، مخصوصا اقدس‌السلطنه و دیگر واقفین، نیت‌های از چطور خانوما بیشتر واقف بودن؟ بله، ما بانوان محترمه زیادی داشتیم که قسمت اعظمی از اموالشون رو وقف تعزیه خانی و تعزیه داری ابا عبدالله و اطعام برای تو دوران قاجار. بله بله، یعنی شما می‌بینید چقدر نیت‌ها جذابه، چقدر نیت‌ها، در صورتی که ادب در جامعه متولیش حکومته، در صورتی که ما در گذشته می‌بینیم حکومت اوج تعزیه خانی در کدوم دوران بوده؟ در دوران قاجار بوده که علاوه بر تکه‌های 54 تکه‌ای که نام بردیم، در تکه دولت بوده که خود ناصرالدین شاه اونجا حضور داشته و تمام اعیان و رجال و سیاسیون و بزرگان شهر، حتی بعضن سفرا در اونجا جمع می شدن و برای ابا عبدالله عزاداری می کردن، تعزیه خانی. خانوم ها چه جایگاهی داشتن؟ خانوم ها در گذشته مرکزیت عزاداری رو داشتن، یعنی در تکه آسد هاشم ما می بینیم خانوم ها مرکز هستن، آقایون دورن. در تکه سادات اخوی هنوز هم همینه، خانوم ها مرکز هستن، آقایون دور هستن. آقایون نیستن بل در سادات اخوی؟ بله در امروزه بله آقایون، ولی در گذشته کناره آقایون میشستن، خانم ها در مرکز بودن. تکه دولت هم همین بوده. در تکه دولت در دو نوبت تعزیه داری و تعزیه خانی صورت میگرفته و نکته جالب اینه که تعزیه خان ها از
اقصا نقاط کشور شناسایی می شدن، برای این دو ماه کوچ می کردن و زندگیشونو می آوردن در تهران و حکومت هم به اینها حالا در باب مالیات، در باب های چیز دیگه کمک می کرد به اینها، چون برای دستگاه ابا عبدالله. الان وضعیت تعزیه چطوره؟ ببینید الان در تهران اگر تعزیه خانی صورت می گیره شاید بگیم به تعداد انگشتان دو دست خودجوش صورت میگیره، بقیهش دستگاه های دولتی هستن که حالا شهرداری قسمت. تو خودت خیلی ساله که فکر کنم تو سبز میدون تعزیه خونی میکنین، درست؟ من تقریبا سال 1391 شروع کردم. چطور اونجا رو انتخاب کردی؟ پیشونی بازاره سبز میده، فضاش فضای نوستالژیه دهه ملک... اول محرم. بله، نکته جالبی رو شما اشاره کردید، خود زمین سبز میدون وقفه. پزشک حاذقی در دوران صفویه معروف به محمد هاشم حکیم هاشمی، این زمین حیات خانش بوده که سبزیکاری میکرده و خب رفته رفته از همین مبنا هم هست که اسم اونجا به سبز میدون تبدیل میشه به سبز میدون. ببینید یک فضای نوستالژیک هست، ورودی تمام دسته های عزاداری از اونجا بوده، پرترددترین جا در بازاره. توی سبز میدون خیلی ها میان خرید، شاید نرسن برن روزه، شاید نرسن برن عزاداری. ما انقدر توی این 11 سال مهمون گذری داشتیم، انقدر مهمون خارجی داشتیم، اومده عشق ریخته، اومده لذت برده رفته. چرا تعزیه؟ یعنی تعزیه یکی از بهترین آیین‌های مذهبی ماست، مقفول مونده بود دیگه، انجام نمی‌شد. بعد از اینکه در تکه دولت دربش بسته شد و تعزیه خانی قدغن شد در تهران، چه سالی؟ در دوره رضا شاه. چرا بسته میشه؟ همین رو میخوام اشاره کنم، در دستگاه ابا عبدالله آدم‌های سیاه و سفید زیادی میان و میرن. آقای پویانفر. بله. ولی صاحب این دستگاه هیچ موقع خطکش نمیذاره. مثل باران میمونه دیگه، بر بر و فاجر میباره ابا عبدالله. خطکش گذاری نداره. خیلی اومدن بحث تزویر و ریا رو داشتن، خواستن به یه نون و نوایی برسن. ببینید در تاریخ میگن که رضا خان وارد بازار میشده. میخوام اون افراد سیاه و سفید رو اینجوری به شما بگم، دیگه قضاوتش باشه با مردم. رضا خان وقتی با دسته قزاق‌ها وارد مسجد ترک‌ها میشه، مسجد آذربایجانی های بازار میشه، خب در تاریخ هست، میگه خطاب به حضرت فاطمه میگه رضا با قشون قزاقش کجا بود که حسین رو این گونه به شهادت نرسونن و جانش رو نثارش کنه، در صورتی که میخواسته خودش رو در دل عوام مردم و علما و مراجع جا باز کنه. همین رضا خان وقتی رضا شاه میشه با همون قشونش که میخواسته در کربلا به یاری ابا عبدالله بره قدغن میکنه عزاداری رو. امروز میخواستن حسینی ها رو خراب بکنن. بله، قدغن میکنه عزاداری رو، قدغن میکنه تعزیه خانی رو، تعزیه داری رو. مردم چه میکنن؟ ما در همون برهه یک جهدگیری خاص در وقت میبینیم. میبینیم عمده مردم اصلا حساب کتابم نداره، اعیان و اشراف داشتیم تا خرد جامعه، تا عوام جامعه، میان اموالشون رو وقف تعزیه خانی ابا عبدالله میکنن. ببینید، یعنی تعزیه خانی رونق میگیره. بله، یعنی میخوام بگم که با این که نه، این نکته ای که من میخواستم بهش اشاره کنم اینه که خیلی از افراد سیاه و سفید خاکستری وارد این دستگاه میشن. یعنی مردم همیشه این چراغه رو روشن نگه میدارن، چراغی که خدا روشن کرده. و آفرین، این چراغ روشن این مکتبه هست، به شرطی که اخلاق رو ما گم نکنیم، قیام ابا عبدالله رو درک کنیم، سیره ابا عبدالله رو ساری و جاری کنیم در زندگیم. چی شد که دهه شصت تصمیم گرفت
تعزیه خونی را بندازه تو سبز میدون. آیین‌های شبیخانی و آیین‌های مذهبی مقفول مانده بود. من از مکتب عاشورا عاشق بورم. آزاد است. خیلی سخته. آی پویانفر خیلی سخته. جرأت عذرخواهی. شما تیپ‌های شخصیتی رو در واقعه عاشورا رصد کنید. سلیمان سرد خدایی شهید شد ولی آقا چی گفت؟ توامی شهید شدن ولی کربلایی نشدن. حبیب چه کرد؟ هور چه کرد؟ نمیشه بگی با یه سکلت که اون ماک هور مسیرش عوض شد. نه اونم خیلی تأثیر داد. بله ولی واقعا من عاشق میدونید لوتی های تهرون های پویانفر قسمشون چی بوده؟ تو گذشته؟ چی بوده؟ قسمشون حضرت عباس کمربند هور. حرمت قائل به کمربند هور قسم تا رگشون میدم. از صد تا چک و صفته و اینا هم یه حرفشون محکم تر. اون موقع که صفته هم نبود همین بود. این بازاری که امروز من میبینم بازاریه که من توش ورود کردم. من بازاری که توش ورود کردم مکتب ابا عبدالله کاری کرده بود که صلح و سازش داشت در اون بازار. الان ندارم؟ دادگاه معنا نداشت، حرفا برش داشت، نفسا حق بود، الانم هست. آقای پویانفر واقعا بازرگان ها میرفتن متاجر میخوندن، کاسب ها میرفتن مکاسب میخوندن. بازاریا برای مردم پناه بودن. بله. و تو تاریخ که آدم میخونه یه اسمای درخشانی بوده، مثلا مرشد چلویی رحمت الله علیه. چی بوده مسلکشون؟ رمز موندگاریشون؟ ببینید مرشد چلویی خدا رحمتش کنه یک آدمی که آقای پویانفر سواد نداشته میاد دیوان سوخته رو مینویسه. یعنی جز بزرگ شدن توی این مکتب و درک کردن این مکتب و رسیدن به اون اخلاق چیز دیگه ای نمیبینی. یعنی شما ببینید به اوج انسانیت میرسه، بحث معروفشه دیگه، نسیه داده میشود حتی به شما به قدر قوت. یا یکی از علما تعریف میکردن که یکی از شاگرداشون میاد بازار تهران مرشد چلویی رو ببینه، میاد بازار میبینه، بازار صندوق سازا جنب مسجد جامع، میاد میره داخل، راسته بازار صندوق سازا انتهاش رستوران مرشد چلویی بوده. میگه ما اومدیم تهران مرشد چلویی رو ببینیم. میگن ایشون کرامات داره، نظر کرده است، ببینیم چیه قضیهش. میره وای میسه میبینه اوف صف طولانی و شلوغی و مرشدم تو اون شلوغی مغازه سر میزا میره روغن میریزه و میگه بابا این انقدر سر شلوغه که به آداب خودش هم نمیرسه چه برسه به کارهای مستحبیش. حالا تا اینجا اومدیم یه چلو کبابشو بخوریم و بریم. وقتی میره میشینه مرشد که میاد بالا سرش میگه جوون سرت شلوغ باشه عیبی نداره، دلت شلوغ نباشه، دلت خلوت باشه. چی میشه یه آدم به اینجا میرسه؟ نکته جالبم بگم از یکی از تکه های تهران که به نام تکه پیرزن بوده. از این تکه الان 15-20 مترش مونده شده کجاست؟ مسجد بازارچه اودلاجان شده مسجد. اینجا رو اومدن وقتی ما توسط مشارکت محلی ها مرمتش کردیم، من دیدم چه جالب از 170 سال پیش یه تکهی که 1000 خورده‌ای متر بوده 15 مترش مونده. بقیهش چی شده؟ خب وقف بوده، خورده خورده رفته، وقف تکه نبوده. به مرور زمان این سنت علامت و اینا کی وارد میشه به عزاداری؟ سنت علامت خب در دوران صفوی است. سیاه پوشی به تعبیری از دوران صفوی است. حالا در تاریخ هست که ما در دوران هخامنشی هم در سوق هامون سیاه پوشی داشتیم، ولی یک روایت این هست که در دوران صفویه به این بر اینا شکل میگیره. ولی نذرهای جالبی داشته تهران. نذر 41 منبر شنیدید دیگه، 41 منبر رو باید میرفتیم که نذر رو ادا کنیم. نذر شربت دادن،
میدونید که تهرونی ها آبگوشت بزباش میدادن، مثلا غذای تهرونی ها نزدشون آره آبگوشت بزباش بوده. هم هستن بله، این اصلا رسم تهرونی ها بوده. حالا من قبل از اینکه نذرا رو بگم در باب شام غریبان هم به شما بگم، خب فلسفه شام غریبان دو تا روایت میتونیم براش بیاریم. یکی اینکه ما تا قبل مظفرالدین شاه نداشتیم اینو، یعنی یه روایت اینه که آذری زبان ها این شام غریبان رو در مسجد ترکای بازار، در مسجد آذربایجانی یا در پاچنار میارن، و یه روایت دیگه هم خب شام عاشورا به خاطر ادای احترامی که در زیارات ما داریم، در زیارت هامون موجوده که ادای احترام به رسول الله و حضرت علی و حضرت فاطمه و امام حسن مجتبی که صاحبین عزا هستن. این دوتا روایت برای بحث شام غریبان بوده. نذرهای جذابی داشتیم، یعنی باز نذرها رو وقتی ما مرور میکنیم ببینیم نذر داشتیم در گذشته، بریم سوراخایی که تو معابر ایجاد شده احتمال این که مردم توش سقوط کنن، و یه نذر این بوده که اینا رو بپوشونیم. خب الان اون وقفا چی میشه؟ حالا این قسمتش اجرا نمیشه. مثلا ما نذر داشتیم که و حتی وقف داشتیم نفت و روغن. حالا نفت که نبوده، زغال سنگ، روغن. مثلا این تبدیل میشه، به مرور تبدیل شد، الان هزینه گاز میشه، هزینه برق میشه. اینا الان هم اجرا میشه. ولی نذرای عجیبی داشتیم، نذرای جالبی داشتیم، مثل نذر آش امام زین العابدین. شبیه آش شعله قلمکار بوده، ولی باید متریالشو نمیخریدی. باید میرفتی میگرفتی، باید میرفتی درب مثلا خونه آیه در میزدی، مثل قاشق زنی که الان میرفتی درب خونه آیه پویانفر میگفتی که آقا گوشتشو شما بده قسمت، یه جا میرفتی نخودشو شما بده قسمت، یه جا میرفتی. این خیلی جالب بوده. نذر فقط باید اینجوری ادا میشده. نذر داشتیم که در محرم عساکش نابیناها باشی، نذر داشتیم که تو محرم در جاهایی که مردم گذرشون بوده شمع روشن کنیم، از این فانوس‌های شمعی روشن کنیم که مردم راحت بتونن تردد کنن. نذر داشتیم که برای برهنه‌ها لباس تهیه کنیم، غذا تهیه کنیم، برای گرسنه‌ها غذا، برای بیمارها دوا، سر بزنیم به بیماران بی‌بضاعت، زندانی‌های بی‌بضاعت. و یکی از قشنگ‌ترین نذرها این بوده که یه نفر نذر داشته در این دو ماه زن و شوهری که با هم دعواشون شده رو بره آشتی اصلاح. امیدوارم که بچه هامون بتونن این میراث رو نگه دارن. مثلا ما حسینی های قدیم شمرون که حالا آب و اجدادی میبینیم، ما واقعا این تیرش چوبی ها و نوع سنت های عزاداری و اینقدر قرار نوکرای امام حسین بیان که ما یه فرصت کوتاهی داریم. من همیشه به بچه ها میگم، میگن محرم تموم شد، من اصلا قبول ندارم این حرف. ما رسیدیم به یه محرم، رد شدیم. حالا آیا دوباره میرسیم به محرم؟ خدا میدونه. آیا پویانفر، ما بالاخره، من یه داستانی رو به شما بگم خیلی کوتاه. میگن حضرت ابراهیم رو که در اون آتش نمرود قرار میده، یه گنجیشکی با نوک دهنش آب میاره میریزه، که بهش میگن بابا آتیش به این عظمت. میگه بضاعت منم همینه. نفس کارش قشنگ بوده. ما هر کدومون بالاخره رسالت ما ایجاب میکنه که قدمی رو برداریم برای این چراغ که خاموش نمیشه، برای پرشور ایزد برای پرشور شدن. اونم برای چی پرشور شدنه؟ برای چی؟ برای اینکه نسل من، نسل بعدی من راه رو پیدا کنه. جوونامونو چجوری میبینی؟ حضرت علی حرفی داره با من باشه، اینو سردر شهر با طلا مینویسه که سکوت بدی شهر رو فرا میگیرد اگر هر کس به اندازه اعمالش سخن بگه. خیلی خوشحالم که با دکتر یعقوبی عزیز صحبت کردیم و تا اینجای برنامه. خیلی نوستالژی بود و اینکه هنوز جوانایی هستن که برای سنت هامون دغدغه دارن، ثبت میکنن، مینویسن، بمونه، آیندگان ببینن، این خیلی اتفاق خوبیه. صحبت بازار شد و
سنت های بازار. یه مهمون عزیز دیگه ای داریم، انشاءالله به جمعمون اضافه میشن. بریم و برمیگردیم انشاءالله. داشتیم گفتگو میکردیم در باره بازار تهران و سنت های قدیم تهران با برادر عزیزم دکتر یعقوبی. یه مهمون خیلی عزیز به جمعمون اضافه شد. شما معرفی کنید آقای دکتر. ببینید قبل از معرفی من اول یه چیزی بگم آقای پویانفر. بازار تنها مکانی در کشوره که فرهنگ شفاهی توش حکمرانی میکنه و هنوز هم اون زعیم و زعامت در بازار حرف اول رو میزنه. حاج احمد آقای کریمی اصفهانی گنجینه بازار و زعیم بازار هستن که ما امشب در خدمتشون هستیم در این برنامه. سلام عرض میکنم. و علیکم السلام. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که این برنامه رو دارن مشاهده میکنن. محرمه و بازار چه خبر؟ معمولا دستجات و شروع ازادداری ها در بازارها، حالا بازار تهران به دلایل اهمیتی که داشته یه مقدار بیشتر، ولی کلن تقریبا عزاداری ها متمرکز بوده در بازارهای کشور بوده. خب جایی که تقریبا تجمع اکثر حیات، حتی کسانی که در اطراف بازار بودن، اینها به صورتی چه در تهران و در جاهای مختلف اینها ورودشون و گذرشون از بازار بوده و مردم هم به این موضوع بسیار توجه میکردند. از زمانی که من یادم میادش که من ورودم در به این دانشگاه بازار تقریبا سال 42 15 خرداد 42 شروع شده. ورود شما دقیقاً به این دانشگاهی، ولی واقعا این که من عرض میکنم دانشگاه را عرض میکنم، چرا دانشگاه 15 خرداد 1342 بوده که الان شما به بازار میگید دانشگاه 60 خورده ای. منتها ببینید در قبل حالا یه مقدار تقریبا این موضوع فروکش کرده، ولی اینجور بودش که استادان زیادی داشت این دانشگاه. تقریبا حضور بازار در به خصوص حوزه های علمیه، به خصوص در مساجد بازار، تقریبا از افراد مورد اعتماد و بزرگی ساخته بود که اینها در کلاس ها شاگردهایی که وارد این بازار می شدن، این استادها اینها رو تعلیم می دادن و خیلی هاشون از شاید به درجه اجتهاد هم از بازاری ها رسیدن. این که اینجوری نبود. من یادم هستش که اون موقع که ما شروع شدیم، که خدا رحمت کنه، در مسجد عزیز الله استاد آقای خونساری بودن، رحمت الله علیه، بزرگی بودن و اونجا رفت و آمد طلبه ها زیاد بود. این نبود که اختصاصا فقط مربوط به طلبه ها باشه. اگر نشستی در اونجا بود و طلبه ها بودن، تقریبا نزدیک 40-50% هم از بازاری ها در این جلسات حضور داشتن، به دلیل اینکه نمیشد غیر از این باشه. و بالاخره باید به اعتقاد اینکه عرض کردم که الفقه ثم المتجر، باید اینها فقیه میشدن که داد صدر بدن، وگرنه آلوده به ربا میشد. یعنی همنشینی بازاری ها و علما و مساجد و طلبه ها تقریبا یه چیزی بودش که در و جمع شدنشون یه چیز اکثر بازاریها شروع کارشون جلوی سری از آفتها رو میگیره. اول از اون اینجور نبودش که صبح اینقدر دیر به چیز بیان. یکی از خصوصیات بازاریه بود که صبح زود به بازار میمدن، اما چیزی که گفتن که بالاخره کسی که روزی رو میخواد باید صبح زود بیاد. واقعا اینجور بود که اون موقع ها صبح اصلا به دلیل اینکه باید وارد میشد، خیلی از مسائل رو دنبال میکرد، مسائل فقهی رو دنبال میکرد. اکثر اینا کسانی بودن که به مساجد وارد میشدن و تعلیم میدیدن، بعد میرفتن سر کار. متوجه میشدن که باید با مشتری چجور عمل کنن. خب موقعی که تعلیم ندید، نمیدونه که مشتری رو به عنوان یک طعمه نباید دید. مشتری رو اگر به این صورت ببینیم که در اسلام گفتن که از طرف خدا آمده،
خب طبیعی هستش که کسی که از طرف خدا اومده چه جور باید با او عمل کرد. من فکر کنم جای این نوع کلاس ها و جای این نوع درس ها خالی شده در بازارمون. خیلی از بازار تهران نزدیک 12-13 تا حوزه علمیه داشت و اینا فعال بودن. الان فعال نیستن؟ امروز فعال نیستن. اکثر اینها تقریبا حالت متروکه دارن. اصلا معمول این بود به دلایل مختلف باید در بازار بودن. هیچ بازاری در ایران وجود نداره مگر اینکه حوزه علمیه در درونه. البته الان حوزه آقا مجتهدی و مروی و نه ببینید آقای مجتهدی هم خیلی فعال بود. اکثر مسئولین ما از جایگاه تقریبا حوزه آقای مجتهدی الان هم که آقای میرهاشم هستن فعال بودن. ولی به اون فعالی که خود آقای مجتهدی بودن نبودن. خود من مدتی اونجا تقریبا مقدمات اونجا خوندم. خب زیاد نوع این مسائل بود ولی امروز به نظر من میرسه که این فاصله‌ای که ایجاد شده رابطه بین فروشنده با خریدار اون وضعیتی قبلا داشته نداره. 15 خرداد 42 وارد بازار شدید، نزدیک 6 نسل رو دیدید، درسته؟ چقدر تفاوت کرده؟ یه خورده از اون موقع شروع کنید ببینیم به کجا رسیدید. به نظر من خیلی تفاوت. البته این تفاوت رو شما در بازار فقط نبینید، در جاهای دیگه هم وجود داره. نه، میخوام درباره عزاداری بازار و اینا صحبت بکنید. من عرض میکنم خدمت شما. ببینید اون موقع کمتر اصلا شما دروغ در بازار میدیدید، کمتر مسئله ربا و مسائل مختلف میدید، کمتر اختلاف میدیدید، کمتر مسائلی که خلاصه با مشتری عرض کردم که به صورت واقعی باید از اون چیزی که در اسلام به ما گفته به صورت یک تومه داری برخورد میکنی. اینجور نبودش که اگر کالایی رو که در اسلام تأکید شده شما هر موقع فروختی هر موقع برگردون میتونی برگردون. بعضی ها حتی تابلو داشتن که چیزی که فروخته شده فروخش رفته پس گرفته میشود. حالا برعکسش بین تابلو نوشته جنسی که میفروشی پس گرفته نخواهد شد. چرا؟ اگر واقعا رعایت مشتری کردیم چرا پس گرفته شد؟ کالایی رو فروختی بعد میگردیم. گهگاهی به این صورت بودش که کسی اگه دشت کرده بودی به راحتی حواله میده به طرف مقابلش، میگفتش که من نه دشتمون کردم شما از مغازه روبرو. خب این یک عادت و یک چیز بسیار خوبی بودش. خب اینها تقریبا فراموش شده است. خیلی از این صفات فراموش شده است. واقعا اگه من اینکه عرض کردم که دانشگاه بازار هر شاگردی که پیش هر استادی بود نهایتش این بودش که بالاخره اگر مثل او نمیشد با چند درجه پایینتر مثل او میشد، به دلیل اعتمادی که بینش کارمند و کارفرما بود. معمولش این بودش که او خیلی مواقع تبدیل میشد به داماد اون خانواده به جای اینکه طرف اینقدر واسه تحقیق بکنه. بالاخره تو کسی که 10 سال 20 سال پیش کسی شاگردی میکرد تمام خصوصیات او رو میدونست. خب بالاخره خودش توصیه میکرد برای اینکه او تبدیل بشه به داماد. دکتر چقدر عوض شدیم. بله اصلا عوض شده بسیار تغییر. اون وقت ببینید من اینکه عرض کردم ولی شما تقران اومدید فقط رو مسئله بازار. ما متاسفانه از بعضی از مسائل ضمن اینکه باید آدم قدردان باشه به لطف خدا در خیلی از مسائل ما پیشرفت‌های بسیار خوبی در نظام داشتیم. ما نظام جمهوری اسلامی هستیم، اسلام رو به یدک میکشیم. طبیعی هستش که تمام رفتار ما، گفتار ما باید منطبق با اسلام باشه. شما مگر قیام 15 خرداد غیر از اینکه از بازار بود، از بازار و از مساجد ما شروع شد، بعد از اون آیا این پایگاه رو حفظ کردن؟ مطلبی رو خدمت بزرگی داشتم. خب امام رحمت الله فرمودن که علما به داد اسلام برسید.
ائمه جماعت نقش بسیار مهمی هم در بازار، که حالا مساجد بسیار مهم معمولا در بازارها بود، ولی حتی در غیر بازار هم اینجور بود که علما مدیریت میکردن محل رو. من به خوبی یادم در محلی بودیم که خدا رحمت کنه آیت الله سعیدی رو، شهید سعیدی رو، واقعا از در روحیه و اخلاق اینقدر سطح بالا بود که در اون محل حتی یادمه که خیلی از ساواکی های اون موقع جرأت نمی کردن در جلوی آقای چیز، به لحاظ اینکه از در اخلاقی اینقدر بالا. شما آیت الله اخشناس هم دیده بودید؟ بله. ببینید مسئله این هستش که آقای سعیدی و امثالهم اینها به صورتی عمل میکردن که شما میدونید خیلی از مواقع معضلات و مشکلاتی که جامعه داره یک پناهی رو لازم داره که به او مراجعه کنه. اکثر مثلا زن و شوهر گهگاهی به جایی میرسیدن که اینها خودشون امکان حل اختلافش نداشتن. محرم ترین فردی که میتونست که برای اونها وجود داشته باشه این ائمه جماعت بودن. بین فرزند و پدر، بین فرزند و مادر، بین زن و شوهر اکثر این اختلافات حل میشد و به بهترین شکل. امروز تقریبا جایگاه این موضوع خالیه. آقای برهان بودن تو لرزاده و اینها، این ها اول از اون با افراد انقدر معنوس بودن که مرتب اگر قرار بود حتی در کوه برن، تفنی برن، با هم می رفتن. او این درس رو می داد که اگر قرار کار بکنن اولین کسی که کار می کرد ایشون بود. اگر قرار بود که دنگی بپردازن اولین کسی که دنگش پرداخت می کرد ایشون بود. عزاداری محرم بازار الان چجوریه؟ ببینید اصلا محرم آمد که این درس رو بابا بده. محرم آمد این درس رو بده. اگر در عزاداری در بازار که ما از یاد اون میاد از 60 سال پیش که بودیم و قبل از او که در محله هایی بود، اسلام آمد و دین آمد. دین اسلام دین روحانیت نیستش که، اسلام هم دنیای ما رو تأمین میکنه هم آخرت ما رو. بازار اگر شروع کرده به این دلیل بوده که باید بداند که همین تأمین کننده دنیای ما و آخرت ما هسته. چجوری بود زمان انقلاب عزاداری تو بازار؟ ببینید موقعی که خفقانی هم بود مثلا بیان واسن نذارم بخونی، به خوبی هدف گیری میکرد در اشعارش که زیر بار ظلم نباید رفت، معرفی میکرد، مردم آگاهی پیدا میکردن چجوری باید چیز کنی. و بالاخره اصلا درس گرفتن از عاشورا معنیش یعنی همین، ائمه نور واحدن، هیچ فرق نمیکنه. منتها به مقتضای زمان هر کدوم تکلیفی دارن. شک نکنیم که اگر امام حسین سلام الله علیه زمان امام حسن بود همون کار رو میکرد که امام حسن سلام الله علیه کرد. ما باید بدانیم که عظمت صلح امام حسن چیه. حالا خود آقا یک کتاب مفصلی راجع به صلح آقای امام حسن دارن که به نظر من توصیه میشه که سعی کنن بخونن جوانان ما، بدانن که صلح یعنی چی. صلح زمینه از بین بردن ظلم. امروز جامعه ما به چی احتیاج داره؟ تبعین مسائل که مقام معظم رهبری هم نه تنها فقط در رابطه با انقلاب تبعین مسائل، در رابطه با تاریخ با تبعین مسائل داشته باشیم. اصلا چه کار کرد امام حسین؟ صلح چه نقشی رو ایفا کرد؟ امام حسین چه نقشی ایفا کرد؟ فداکاری ها چه؟ یاران امام حسین چه کردن؟ به نظر من بعد از اینکه آگاهی پیدا میکنن، حالا چه آگاهی قبل از او و چه شب تاسوعا و عاشورا، موقعی که حقایق براشون مشخص میشه، خب بالاخره شما میبینید که از هر کدوم رجزی که میخونند همش معنی داره. هیچ کدوم اینجور نیستش که رجزها برامنای همطور شعاری باشه. شما ببینید الان نقش رادیو معارف و
افراد مخاطب ببینی، هر کدوم که باشون مصاحبه میکنن هر کدوم از یک زاویه صحبت میکنه و اینکه چه کار بسیار بزرگی شده. ببین آقای پویان فر، من با استجازه از حاج آقا فرمایشات حاج آقا رو بخوام تکمیل کنم، فرهنگ یک شبه که به وجود نمیاد، به مرور زمان به وجود میاد. یعنی میخوام به شما بگم که خود من از 14 سالگیم در بازار تهران بودم و اون مکتب ابا عبدالله و اون عزاداری هایی که در بازار از دیرباز بوده، خب حاج آقا فرمودن بازار اصلا پیوند ناگسستنی بازار و بازاری با مراجع داشته و این خودش خیلی نقطه قوت این ماجراها بوده. یه نکته ای رو که بخوام خیلی بهش اشاره کنم، حالا طبق 24 سالی که در بازار بودم حس کردم. ببینید، اولا عشق به ابا عبدالله در تار و پود بازاری ها هست، اصلا هم فرقی نمی کنه که شما بیایی بگی یکی مکاسب نخونده، یکی نمیدونم این شکلیه اون شکلی، یعنی تو تار و پوده تمام بازاریان اصلا از هر من شمس این موضوع. خود من وقتی اومدم بازار، ببینید یه جایی هست ما در بازار میاییم قال الباقر قال صادق میکنیم، این یه بوده، خب در بازار یه نگاه این چنینی داشتیم، از گذشته داشتیم تا به امروز. یه نگاه دیگه هم داریم، من شاگرد داییم بودم، داییم هم تو همین مکتب بوده. داییم یه نکته ای رو به من گفت، گفت سال 12 ماهه، 11 ماه شاید کاسبی نکنی، خودتو خراب نکن، خودتو نگه دار، خدا تو اون یه ماه به قدری بهت میده که 11 ماه قبلت هم میبندی. البته من این خط کشی رو برای چیز قبول ندارم، و بازار تنها ما به لطف الهی تمامش اصلا مذهب شیعه، اصلا بدون عشق امام حسین و اینها، بدون عشق حضرت امیر سلام الله علیه اصلا وجود نداره. منتها در بازار چرا بیشتر دیده میشه؟ یک تشکیلات نامرئی وجود داشت که به ظاهر شما نمیدیدی اونو، ولی در باطن بود. به همین دلیل که شما مثلا اگه 100 خورده‌ای صنف داریم، هر صنفی به دلیل هم توانایی مالی هم امکاناتشون بالاخره تشکیلاتی داشتن. امروز شما اکثر صنفا رو میبینید که حسینیه فرش‌فروش ها، حسینیه مسگرها، حسینیه کفاش ها، حسینیه صحاف ها، حسینیه همینطور اکثرا بودن. به همین دلیل دستجاتی هم که میبن اکثرا با پرچم های سلوف مختلف میبن. میخواید از کسی یاد بکنید؟ حالا ببینید، من الان شخص رو مثلا قناد آبادی ها رو میگفتن که اطراف بازار بود میمد که دست های بزرگ بود. شما مال مسئله میادین یک تاریخ بسیار بزرگیه. حالا ممکنه قبلش فقط به همین نسبتی که مثلا برای دسته برای امام حسین بود، ولی شما در یک پیش خیلی حساس تاریخی شما مسئله طیب رو کوچک نگیرید. طیبی که اگر به عقبه او برگردید مسائلی میبینی که شاید زیاد همخونی نداره با اون دستورات اسلامی، ولی در یک مقطع کاری میکنه که امام رحمت الله علیه موقعی که سر قبر او میره میگه این جوانمرد کاری کرد که یک شبه که یک راه طولانی رو پیمون. گفت موقع که رستگاه شد دیگه، موقع که بله، موقع که میگن که بهش که خلاصه بگو که از طریق امام بالاخره به من امکاناتی رسید که من این کاری کردم، خب او میگه که من یه عمری زیره علم امام حسین سینه زدم، اصلا حسین حسین گفتم، حالا بیام بر علیه فرزند امام حسین حضرت زهرا. حاج آقا اگه یه خارجی روز عاشورا برسه بازار به شما و بپرسه جریان چیه، چجوری براش تعریف میکنید؟ حتما خواهم گفتش که شما یه مطالعه در رابطه با امام حسین سلام الله علیه داشته باشین، ببین در کدوم مقطع این قیام شروع شد
و نهایتش چی شد؟ برنده این قیام کی بوده؟ آیا کسانی بودن که در مقابل امام حسین یا امام حسین با اون تعداد محدودش و اون همه خلاصه چیزی که جامعه مثل امروز فضای مجازی تا جایی که بالاخره و عرض میگردن اون روز هم که از حضرت زینب سلام الله علیها من چیزی جز زیبایی ندیدم. اگه همه اینا رو در کنار بذاریم اون وقت میفهمیم که این نقش چه نقشی بوده و امروز پیروز میدون کی هستش. دکتر جان شما در باب پاسداشت مقام انسانیت میگم، یعنی خلاصه بخوام بگم از من بپرسن این مراسم برای چیه، واقعه عاشورا چیه، میگم مبارزه با سه بت، زر زور تزویر. اگه بهت فرصت دادن که بگن دقایقی مونده جنگ در کربلا شروع بشه و شما فرصتی داری محدود بری بالای یه بلندی با لشکر دشمن صحبت کنی، چی میگی؟ گریه میکنم فقط. نهایتاً آیه 7 سوره بقره رو براشون میخونم. خدا تو قرآن میگه ما پرده میکشیم که نبینن، حاله میکشیم رو گوشاشون که نشنون. فهم جامعه این بوده. حاج آقا شما چطور؟ همین رو عرض میکردم که شما از ولایت خدا خارج شدیم و زیر ولایت شیطان قرار گرفتی. زیر ولایت شیطان جز هلاکت چیزی دیگه نخواهد بود و شما این دقت رو بکنید. و این رو هم من بهشون میگم که نوادگان شما، نتیجه های شما، نبیره های شما و اجداد شما در آینده شما رو لعن و لفی خواهد. آقا بذار سوال آخرم اول از شما بپرسم. آرزوتون؟ آرزوم خودخواهیه بگم آقا بعد به خیری خودم؟ نه ولی واقعا آرزوی قلبیم معیشت مردم. سلامت بشید، شب خوبی بود حاج آقا، ممنون. این تربت حضرت سید الشهدا دست شما درد نکنه، ممنونم، لطف کردید، تشکر. دکتر جان خدمت شما، دست شما درد نکنه، قربان شما، تشکر میکنم. به امید روزی که هیچ ظالمی نباشه و هیچ مظلومی نباشه، به امید روزی که هیچ فقیری نباشه، هیچ گرفتاری نباشه، به امید روزی که چشممون به غیر دست امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین به جایی نباشه، محتاج کسی نباشیم، ایشالله بازار و بازاری کاسبیشون گرم باشه، مثل قدیم پول خرج کنای امام حسین باشن، روزگیرای امام حسین باشن، مردممون حالشون خوب باشه، سفره‌ها پر برکت بشه، ایشالله ایشی گرفتار نباشه، اونایی که بدهکارن بدهیاشونو بدن، به حق امیرالمومنین که زیر سایه امام حسین خوب و خوش و خرم باشید. قربون شما، شبتون حسینی. یا علی. به جز گریه بر غمای اربابم چیزی ندارم. حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. سالار زینب
روز محشر ز تو میخوام ای شاه بی سر، گردم محشور با ساقی لشگر. سالار زینب